سلام به شما بینندگان ارجمند برنامه تاک شو. با آرزوی تندرستی و موفقیت شما رو به تماشای برنامه این هفته تاک شو دعوت میکنم. در برنامه امروز قرار بود مهمان عزیزی در استودیو حضور داشته باشم که از اطلاعات زیرقیمت ایشون در ارتباط با فعالیت رسانه ها گفتگویی داشته باشیم، اما ایشون متاسفانه موردی براشون پیش آمد، نتوانستن در استودیو حضور پیدا کنن. خواستن که این گفتگو رو به صورت تلفنی انجام بدیم، در واقع در یک برنامه تلویزیونی یک برنامه رادیویی داشته باشیم. به هر حال نام ایشون، چهره ایشون، فعالیت های ایشون برای همه عزیزان آشناست. آقای مهندس امیر شجره که مدیر شبکه تلویزیونی پارس هستن. به شما سلام میدم آقای مهندس. درود بر شما، درود بر بینندگان عزیز تلویزیون امید ایران. مرسی از شما. شما در مجموع احوالتون خوبه جناب شجره؟ خدا رو شکر بهترم. خب خدا رو شکر که آقای شجره میبینیم خدا رو شکر با صدای گرمی که دارند، امیدواریم که بتونیم یه برنامه‌ای که در ارتباط با اطلاع رسانی هست در زمینه فعالیت‌های رادیویی و همچنین شبکه‌های تلویزیونی. من اینو باید بهش اشاره کنم که آقای مهندس شجره اولین کسی بود در خارج از کشور، شاید هم در داخل کشور همینطور، در زمینه ما ایرانیان برنامه شبکه رو راه اندازی کرده. اصلا شبکه ماهواره‌ای رو آقای مهندس شجره راه اندازی کرده. از اون طرف هم در ارتباط با فعالیت های رادیویی باز هم باید نام آقای مهندس امیر شجره رو اضافه کنم که در زمانی که به حال در سالهای گذشته وقتی که زنده یاد گرگین و روانشاد ثابت ایمانی که به حال در اف ام برنامه داشتن، به حال فکر ایجاد یک رادیو که همون رادیو که جعبه رادیو باکس میشه زمزمش به گوش مردم و رسانه ها رسید که یکی از کسانی که دستن در کار این راه اندازی رادیوی باکس بود که به حال مربوط به روانشاد اسدالله مروتی میشد که بنیانگذار یا صاحب این رادیو بودن یا سرمایه گذار این رادیو بودن، ولی مسائل فنی و راه اندازیشو آقای مهندس امیر شجره بر عهده داشتن. آقای مهندس، خواستم ازتون بپرسم که همون رادیوی باکس و همون رادیوی جعبه که بسیار متداول شد و در اکثر مناظر هم وسعت گرفت که همون به صورت رادیوی SCA رادیو خطاب میکنن، اصلا چی شد که این رادیو راه اندازی شد؟ قبل از هر چیز معذرت میخوام اگه من وسط صحبتم سلفه بکنم، چون یه سرماخوردگی داشتم، هنوز سینم به قول معروف کمی فکشن داره، ولی خب خواهش و بازم عذرخواهی میکنم از این که به علت این که من خارج از شهر هستم نتونستم در استودیو با شما باشم که از نزدیک بتونیم با هم گفتگو کنیم، هم از شما هم از بینندگان عزیز تلویزیون امید ایران. به همین دلیل ما داریم تلفنی با هم صحبت میکنیم. این عذر خواستم از این که واقعا حملو بر چیز دیگری نشه. ولی در رابطه با رادیو صحبت کردی، گفتی رادیو باکس، هم گفتی خودتون گفتی رادیو به رادیوی SCA معروف هست، Subsidiary Communication Authorization، یعنی البته در اروپا خیلی جلوتر، ولی در آمریکا در حدود 1983 اجازه داده شد که این به اصطلاح ساید بند فرستنده‌های FM که دو تا به اصطلاح ساید بند براشون یا میشه گفت باند کناری مثلا میشه گفت براش اجازه دادن از طرف FCC که بتونن داشته باشن تا
که روی کریر 67 و 92 که این رو بهش میگفتن SCA یا باند جانبی یا کناری فرستنده FM و ابتداعا این برای یعنی از روز اول که این در اروپا و در امریکا آمد برای اطلاعات داخلی استیشن ها و بعضی وقتا برای هوا یا و ترافیک و غیره که در اروپا بیشتر برای ترافیک و هوا مصرف میشد اکثر رادیو اتومبیل هم داشتن و در امریکا باز مصرف داخلی داشت برای کوتای بین استیشن ها ولی در یه زمانی اجازه دادن که این برای پابلیک آزاد بشه که بتونن به طور مستقل از این استفاده کنن و برای گرفتن این رادیو هم خب حتما یک رادیوی مجزایی میخواست غیر از ایم اف ام رادیو که بتونه به اصطلاح مدار داخلیش توی ساخته شده باشه که بتونین ساب چنل رو یا این باند کناری اف ام رو بتونه بگیره و دتک کنه و بتونه صدا رو بده. علت این که این رو من در اون موقع پیشنهاد کردم به آقای خدا بیامرز گرگین و همچنین آقای ثابتیمانی شادروان ثابتیمانی که اون موقع همونجوری که خودتون توضیح کوت مختصری دادید در روی چیز اف ام برنامه داشتم بسیار ضعیفی بود ولی 93.5 مگاهرتز تو اف ام بود که در رزانده بیچ بود ضعیف بود سیگنالش من روز یک ساعت هر کدوم برنامه داشتن که در ملاقاتی که من هم روز اول ورودم به لس آنجلس تقریبا میشه گفت با آقای گرگین پیدا کردم دفعه اول به حسب اتفاق یه جا هم دیگر دیدیم که بعد هم شد جلسه بین من ایشون و همه آقای دکتر هلاکویی خودمونم بود اون موقع از من خواستن که چی کار میتونن بکنن که به اصطلاح یک رادیوی بیشتر و قوی‌تر داشته باشه که من اون موقع مطالعه کردم در آمریکا و دیدم که خب تنها راه آسان‌تر و بهتر اینه که ما بتونیم از ساب کریر FM استفاده بکنیم که پیشنهاد کردم. متاسفانه این پیشنهاد یه مقداری کند پیش رفت از طریق آقای گرگین و آقای ثابتیمانی و نهایتاً یه روزی در جلسه که نشسته بودیم مطرح شد و آقای دکتر حقیقی حسین حقیقت به یادتون هست که بله بله ایشون علاقه‌مند شدن این رو و گفتن که خب بیا با همین کار رو انجام بدیم و ایشون پیش قدم شدن و با هم به اتفاق این کار رو انجام دادیم و با هم موقع هم یه حالت ناباوری بود در جامعه ما مخصوصا دستندرکاران رادیو و تلویزیون با. یکی دلالش هم شاید همین بود که خدا بیامرز گرگین و آقای ثابتیمانی زیاد تمایلی نداشتن چون واقعا تشخیص این که این میتونه کارساز باشه شاید موقع نداشتن یا هر دلیل دیگری و این رادیو از اونجا شکل گرفت و با استقبال مردم واجه شد. منتها خب شما میدید یه کار اینفورمی که مردم باید برن گیرنده تهیه کنند و گیرنده ویژه و بخرند و ببرن کمی طول کشید از سرمایه. آقای اسدالله مروتی خدا بیامرز به عنوان کسی که سرمایه در این رادیو گذاشت که بتونی رادیو رو پاش وایسته و درش بسته نشه وارد عمل شد که انصافا خدا بیامرزش خیلی هم در این رابطه وقت و هزینه صرف کرد و تونست این رادیو رو خب سالها نگه داره. میدونید که همین یکی یه سال گذشته احتمالا این رادیو به دلیل باز همین که از در مالی رو چرا منزیقش شد بسته شد. آقای مختصری از داستان رادیو STA بود. آقای مهندس بفرمایید که هزینه اولیه برای این پیشنهادی که شما به روانشاد گرگین و زنده یاد ثابتیمانی دادی چقدر بود؟ باز هم میشه برگردم به این و یه چه قضیه که اگر آقای گرگین و آقای ثابتیمانی و که خود من هم خب عضوشون بودم این کار رو شروع میکردیم هزینه کمتری برمیداشت به خاطر اینکه اولا هر دو اونها آدم های حرفه‌ای بودن در این کار و ثانیاً اون موقع هم این دوتا رادیو یادتون باشه یکیش بود امید یکیش بود رادیو ایران که با هم ادغام شدن شد رادیوی
امید ایران بله. که مثل تلویزیون شما که تیوی امید ایران بله. اونا شدن رادیو امید ایران بله. با هم ادغام شدن و چون وسایل و استودیو و تشکیلات داشتن و خودشون هم دوتا آدم حرفه‌ای بودن و همکار هم داشتن برای اونها زیاد هزینه بر نمی داشت مثلا حدودا برای به اصطلاح این رادیو بیادینا من تر حدود بین 300 تا 400 هزار دلار برآورد کرده بودم برای سال اول بله که ما بتونیم این رو اهم از کرایه استیشن کرایه جا کارمنده و غیره که متاسفانه این پیشبینی که من کرده بودم این سرمایه اویلیبل نبود در نتیجه ما یه مقدار دچار مشکل شدیم و خب آقای مروتی اومدن به کمک رادیو از نظر مالی خب البته ایشون علاقه من بود به این کار و خب هدفی هم داشت خودش میدونید که آدم هدفمندی بود آدم مبارزی بود و دوست داشت که این کار بشه و انجام شد و آقای مهندس عجله بفهمید که خرید یعنی کسانی که این رادیو رو خریداری میکردن چه سالی بود آقای مهندس این راه اندازی شد؟ سال 1989 کسانی که میخواستن صاحب این رادیو بشن چقدر میپرداختن؟ اون موقع ما این رادیو رو گذاشتیم که یک قیمت خود رادیو بود به اضافه یک سال آبونمان که اون موقع ما گفتیم هر کسی که رادیوی میخره 20 دلار ماهیونه آبونه پرداخت کنه که جمع همینا میشه 169 دلار. بله. اون وقت آیا 169 دلار میدادن برای یک سال؟ بله. دیگه آبونه هم نمیدادن بله. و میتونستن یک سال استفاده کنن که بعد یک سال دوباره خب اگه دلشون میخواست آبونمان بدن که این ما میگفتیم برای اینکه بشه کمک هزینه بشه برای که تلی رادیو بتونه رو پای خودش بیسته. آقای مهندس به مقطعی رسید که این رادیو خرج دخل خودشو میکرد؟ بله 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 در خیلی سالها بود که این رادیو خرج دخلشو میکرد و پروفیت هم میداد بله. زمانی بود که برگردیم به اون سالها که خب من به دلیل گرفتاری کارهای دیگری که داشتم و این که دیگه خب رادیو تقریبا روپای خودش ایستاده بود و به چند تا شهرستان ها دیگه هم توسط خود من یعنی ایالت های دیگه بله. مثلا واشنگتن و نمیدونم دالاس و شمال کالیفرنیا بله. شمال کالیفرنیا و سان دیاگو و همینجوری نیویورک و اینا خب این رادیو رو ما گسترش داده بودیم که من به دلیل گرفتار کاریم زیاد با اونها نزدیک کار نمی کردم مگر اینکه واقعا اشکالی داشتن سراغ من می اومدن ولی رادیو بعد از اینکه حدود همون 2-3 سال اول گذشت به استفاده تا رسید و استفاده خوب می داد که خود من یه روزی به خدا بیامرز آقای مروتی که در اون جلسه آقای دکتر محمودی که الان یکی از مدیران وایس آف امریکا هستش بله. میدونید بله میدونم و یک آقای دیگری به نام آقای حلمی که ایشون هم یکی از به اصطلاح مشاورای آقای مروتی بود در اون جلسه بودن من به آقای مروتی پیشنهاد کردم که الان وقت این هست که ما این رادیو رو از حالت این SCA و این جعبه بگردونیم به یک رادیو AM بله و الان شما از داره به اصطلاح کار و پرسنل و درآمد در حدی هستید که بشه یک رادیو AM رو اداره کرد و منطق من بر این بود حالا همون موقع من باز خانم اندلیوی که مدیر به اصطلاح بخش بازرگانی رادیوی صدا ایران بود بله. من از ایشون پرسیدم که شما اگر اوقات معروف حضوری نباشه با اجازه آقای مروتی چقدر الان شما مجموعاً آگهی دارید در این رادیو و کل درآمد اینا که مروتی گفت اشکال نداره آقای شجر از خودمون نمیتونی باشیم بگی که شما گفت دیستی بین 120 تا 130 هزار دلار در ماه این اینکام رادیو بود بعد من به آقای مروتی پیشنهاد کردم که این درآمدی که شما الان دارید داره بین 130 هزار دلار اگر این موف کنه بره روی
شما در همون ماه اول ضرب در دو بکنید این درآمد رو، برای اینکه امکان شنیدن مردم توی اتومبیل پیش خواهد اومد و رادیو هم مال اتومبیله و این بی نهایت کمک خواهد کرد به ادورتاج شما، حتی به قیمت ادورتاج و گسترش تو به حال تلاشای تو این زمینه شد ولی اونطور که باید شاید به نتیجه نرسید جناب. منتها ایشون به جای اینکه این کار از من بپذیره، که اتفاقا دکتر محمودی چون علتش این که خب ایشون نمیدونم میشناسید در اون موقع هم در بله معاون سازمان بودن، ایشون اتفاقا به که منو پسندیدن و گفتن که بسیار حرف فلانی منطقیه و به من گفتن که آقای مروتی حالا جدی یا شوخی ولی ظاهرا جدی از من خواهش کرد پس شما یک ریسرچی در این مورد بکن که به ما بگی که مثلا چیکار میتونیم بکنیم، که من در همون موقع همین استیشن 678 که الان هستش رو که ما رو هوار جانسون هسته، من همین با همین هم نگوشیت کردم و برای اینکه اینا چندین کانال دار ام داشتن که استفاده بکنیم و قیمت رو تعیین کردم که من این پرپوزال رو اتفاقا دادم به آقای مروتی، ولی متاسفانه اون پرپوزال هم طبق معمول ما ها رفت توی کشو و من هم اون موقع در حقیقتا در فکر خودم شخصا در فکر رادیو نبودم، در فکر تلویزیون بودم که گرفتاش آقای درچه من منفک شدم از اون قضیه. آقای مهندس شجره، آیا رادیو 670 AM یکی از عوامل تعطیل شدن رادیوی صدای ایران هست یا بود؟ 100%. برای اینکه اتفاقا تأسیس رادیو 670 درست همزمان بود با تأسیس تلویزیون 24 ساعته پارس. بله. یعنی ما در سال 1998 که در اکتبر 1998 ما رادیو تلویزیون 24 ساعته پارس رو تأسیس کردیم که آقای خدا بیامرز ثابت ایمانی هم یکی از همکارای خب ما بود. درست 6 ماه بعد از اون در سال 2000 و در سال 1999 670 AM تقریبا شروع به کار کرد که همزمان بود گفتم با ما و از اون تاریخ خب طبیعتا رادیو صدای ایران آروم آروم شروع کرد به از دست دادن شنونده و آگهی و کمبود درآمد که همینجوری سیر نزولی پیدا کرد که رادیو صدای ایران از اون موقع بعد متوسط شد مردم و از مردم فان ریزین کردن و کمک گرفتن. بله دقیقا. و حالا خوشبختانه مردم هم چیز میکردن کمک میکردن ولی نه در اون حدی که بتونه واقعا تکافوی اون مخارجی رو که اینا داشتن رو بکنه که آروم آروم خب متاسفانه اینقدر کم شد که منجر به تعطیلی شد. آقای مهندس شجر، این من البته ممکنه اونطوری که باید شاید فنی خدمتتون نگم ولی به اصطلاح عامیانه، این که رایجه که دیگه امکان FCC اجازه نمیده که رادیو AM جدیدی و یا رادیو FM جدیدی تأسیس بشه، علتش چیه؟ یعنی تا مادام العمر در امریکا کسی دیگر نمیتونه راه اندازی بکنه برای رادیو سرمایه گذاری در این مورد داشته باشه؟ در هر کشوری یک به اصطلاح مؤسسه هست که کنترل امواج میکنه و برادکستینگ میکنه، به علت اینکه امواج فقط منحصر به AM یا FM یا مثلا تلویزیون و غیره نیست، خب مختص خیلی مصارف دیگری هست از در برادکستینگ. بله بله. و در آمریکا FCC یکی از مؤسساتی است که کنترل، یعنی فدرال کامیونیکیشن به اصطلاح چیز هستش که اتوریزیشن هست، اینا که بخشید فدرال کامیونیکیشن کمیشن هست، اینها کنترل میکنن تمام این سیگنال ها رو و تقسیم بندی کردن که از چه فرکانسی تا چه فرکانسی مثلا بدن به AM، در چه فرکانس در چه فرکانسی مثلا باشه FM و کدوم تا کدوم باشه برای
به اصطلاح VHF برای مثلا تی وی و UHF برای تی وی و همه جای آخر اینا تقسیم بندی شده و چون اینها رو دیگه اضافه نمیشه کردیم بند ویت رو به اصطلاح این فرکانس ها رو درجه و فاصله این استیشن ها با هم باید به اندازه باشه که به اصطلاح اون پهنای باندی که ماجولیشن میگیره به اضافه گارد باندی که دارن فاصله باید طوری باشه که این به هم اینترفرنس نکنن، تداخل نکنن. در نتیجه به همین دلیل از یک مبدا فرکانسی که مثلا فرضاً برای ای ام بخوایم بگیریم مثلا از 530 شروع میشه تا مثلا 1700 مثلا کیلوهرتز، خب این رو به فاصله فرضاً اینها نگاه بکنیم، هر مثلا 200 کیلو به 200 کیلو برای گارد باندی گذاشتن، خب دیگه رادیو دیگری این وسط نمی گنجه، یعنی تعداد مشخصی رادیو میتونه اینجا باشه و اگر بخوان این ویترین بذارن خب اینترفرنس میکنه. به همین دلیل ما یه مقدار رادیو داریم، رادیو لوکال هستن که در محوطه، یه رادیو داریم رادیو غیر لوکال هستن که قوی ترن، اینا رو هم طوری تنظیم میکنن که مثلا رادیویی که لوکال در مثلا لس آنجلس با رادیویی که لوکال مثلا در سان دیگو اینا به هم اینترفرنس نکنه از نظر قدرت. بله. یعنی محدوده یا ایج فرکانسیشون در یه حدی باشه که هم تداخل نکنن. بله. اینه که نمیشه هر تعداد رادیو شما دلت بخواد بذاری. بعد الان که تمام این موج‌ها پره درنچه خب کسی دیگری نمیتونه الان بره از FCC اجازه مثلا دایر کردن استیشن رو بگیره چون فرکانس موجود نیست. حالا چه AM باشه چه FM باشه و چه TV باشه تمام موج‌ها پره در این بند. خب نه منظورم که آیا در آینده به تعداد این موج‌ها یا فضایی رو دایر نخواهند کرد؟ خب حالا این اتفاقا با پیشرفت تکنولوژی که امروز تکنولوژی پیشرفت کرده ناله. این مقوله رو به دو سه راه مختلف الان تکنولوژی حل کرده. یکی از این راه ها ساتلایت بود. بله. که خب ساتلایت اومد و از طریق ساتلایت خب تعداد تلویزیون ها خیلی بیشتر شد که شما خود میدید مثلا در امریکا دایرکت تی وی بود، دیش نت بود. بله. بعد همین ترستار 5 بود که الان شده گالکسی 19. اینها اومدن شروع کردن به اصطلاح فرستادن امواج از بالا تلویزیونی. بله. یا رادیویی، مثلا رادیویی اگر مثال بزنیم مثل XM رادیو هست، سیروس رادیو هست که از طریق ساتلایت میاد. خب از این طریق اومدن جبران اونه کردن، منتها خب اینا لوکالن. بله. اونا خب حالت چی میگن، خب گسترده دارن، یعنی به اصطلاح خود علمی فوتپرینت اونا خیلی وسیع تره. بله. اینا لوکالن و از نظر مارکتینگ لوکال ها بیشتر برنده هستن تا اون اینترنشنال ها. برای اینکه مشاغل یا بیزنس هایی که هستن میخوان لوکالی، یعنی در هم محدود خودشون تبلیغ بکنن، اونا براشون صرف نمی کنه بیان مثلا فرضاً پول بدن بیگ استیشنی که فوتپرینتش بزرگ مثلا سرتاسر آمریکا کانادا هست. بله. و نمیدونن هم چقدر بیننده داره تا مثلا یک فرستنده که در خود لس آنجلس و خود محدوده رو کاور میکنه. بله بله. این هم یکی از مشکلاته، ولی کمبود فرکانس رو از طریق ساتلایت و از طریق XM رادیو و که اونا هم ساتلایت رادیو هستن و سایرس رادیو که اونا هم رو ساتلایت جبران کردن. بله بله. تکنولوژی دیگری این اواخر بله. با پیشرفت دیجیتال یعنی های دیفینیشن HD به قول شما ایدیا به قول عام که آمد، این هم باز یک امکان دیگری داد که بشه مثلا این استیشن ها رو از اون محدوده ای که محدود هستن در بیاره. صحیح. و حالا اگر وارد بحثون بشیم اونم خب من توضیح دارم میدم. این مختصری میشه گفت راجع به این که چرا اینا محدودن و چگونه میشه از این محدودیت عبور کرد. خب به قول شما در ارتباط با مسئله ساتلایت شما
یکی از جایگزین ها اسپوردی. خب طبیعتا اون کشش لازم رو نداره، ولی در ارتباط با HD که الان شما نام بردید، در آینده شما در ارتباط با HD رادیوی HD چگونه میبینید آقای امیر شجره؟ این رادیو HD اولین بار در اروپا مود شد که شاید مثلا در دور تاریخ حدود 2006 اون طرف ها بود که در اول انگلستان بود، بعد آلمان و بعد هم فرانسه و غیره، که بعد هم اومد به چی میگن امریکا با. و این به های دیفینیشن رادیو، و این به این شکل شد که به استیشن های FM، باز هم این و حتی AM این اجازه رو دادن که مقداری از این ماجولیشنشون رو، از اون بندویتشون رو میتونن اختصاص بدن به دیجیتال، به های دیفینیشن. بله های دیفینیشن هستی که داره، خب از نظر کوالیتی مثل اینکه شما یک CD پخش میکنید. بله یعنی از نظر کوالیتی بسیار پرفکت، نویز روش اثر نمی کنه، به اصطلاح خشخش نمی کنه، باز نمی گیره، از این به اصطلاح چیزهایی که بیشتر رو AM بیشتر رو FM باز هم هست اثر نمی کنه و بسیار کوالیتی بهتری داره. خب این همه می دونن و این اجازه رو دادن که یک استیشن مثلا FM، حالا اسم ببریم هرچی فرق نمی کنه، و هم مثلا همین 100.3 بله. اگه در نظر بگیریم که هر استیشنی میتونه 4 تا HD چنل بغلش داشته باشه. یعنی ببخشید، یعنی مثلا جناب شجره الان مثلا فرض بفهمید رادیو 670 AM میتونه 4 تا رادیو دیگه رو راه اندازی بکنه. 670 AM AM ها هنوز این تکنولوژی درشون اونقدر پیشرفت نکرده. البته HD برای چیز هم هست، برای TV AM هم هست. منتها یک مشکل دیگری که هست، بندویت AM خیلی کمتر از بندویت FM. FM حدود 100 کیلو بندویت داره. بله. و در این 100 کیلو بندویت میتونه بازی بکنه. به همین دلیل در FM شما میدید که FM مونو هست، FM استریو هست، باز مثلا میره SCA هست، برای اینکه این اجازه رو میده. بله. کمتره. ولی AM هم میتونه دیجیتال داشته باشه که الان رو تکنولوژیش دارن کار میکنن و چند استیشن هم آرهی دایر کردن بشه آزمایشی، ولی FM آرهی از مره آزمایش گذشته و الان اکثر FM استیشن ها در دنیا دارن به این مجهز میشن، هر کدومشون هم داره 4 تا به اصطلاح HD رادیو میتونن بغلشون داشته باشن، که اولین HD که میشه HD1. بله. شما اگر الان تصویرش داشته نشون بدید، HD1 میشه HD1. همون مین چنل، یعنی همون رو کری میکنه که خود به اصطلاح مین چنل که به شکل آنالوگ پخش میشه اون رو کری میکنه. بله. HD2, HD3 و HD4 بله. اینها میتونن اطلاعات دیگری رو داشته باشن، یعنی این امکان رو داده که میتونن اطلاعات دیگری رو بهش بدن. حالا اطلاعات هوا میخوام بدن، ترافیک میخوام بدن، موزیک میخوام بدن، واده برگی میخوام بدن. بله. که اونجا چیز دیگری پخش بشه. بله. به همین دلیل حالا هر استیشن FM دقیقاً تبدیل میشه به 4 تا استیشن. یعنی خب طبیعتاً این 4 به 4 تا تقسیم میشه، خب به همون نسبت هم کشش هر کدوم از اینا کمتر نمیشه آقای مهندس شجره؟ نه، حالا کشش مین چنل که آنالوگ باشه که اون کشش روی مقدار از پاورش رو میده به اینا، حدود هر کدوم از این چیزها HD ها 6% قدرت کانال اصلی رو میگیرن. بله. یعنی مثلا شما اگر بخوایم بگیم مثلا یک استیشنی 10 کیلوواته، بله، از این 10 کیلووات اگر بخوایم به دیجیتال تقسیم بکنیم، 6% این میشه 6% 2 6%، یعنی در ضمن مثلا 24% پاور اصلی رو این 4 تا میگن که هر کدوم 6%. بله. یعنی اگر شما 24% 10
که رو بگیری میشه 2.4 یعنی 2.4 کیلووات. 2.4 کیلووات در قدرت اصلی 10 کیلووات رو تقسیم میکنم بین این 4 تا که هر کدوم میشه 600 وات. بله خب بله 600 وات برای اف ام دیجیتال خوبه. منتها یک بدی که داره اینه که با مانهای بزرگ ساختمون ها یا مثلا جاده هایی که بله. یا آره یا مثلا اینو اینترفرنس ها اینو قطعش میکنه. درسته. در نتیجه و اچ دی طوریست که یا قطع یا وصله. یعنی دیگه خشخش و فسفز و نفلا نمی کنه. یه دفعه شما می دید دارید راهنده اونی که مثلا سیگنال قطع میشه یه کم دیگه اون وقته دوباره وصل میشه چون از اون مانعی که رد میشه. بله. ولی اف ام اصلی آنالوگ این اتفاق براش نمیفته چون صحیح. آنالوگ قابل نفوذ از همه جا یعنی درست. پخش میشه به صورت انبار. وقتی این پشت این فقط اشکال رو داره ولی حسنش اینه که بسیار کلیره. آقای مهندس شجر پوششش چگونه است؟ خب الان به طور مثال رادیو 670 AM تا حدودی ما در جنوب کالیفرنیا بهش اکسس داریم ولی خب بعد از ساعت مثلا ساعت 6-7 بعد از ظهر اون کیفیت ساعت‌های قبل رو نداره. آیا فرض بفرمایید برای همین رادیو HD ببخشید آیا باز هم باید آیا اینم کششش یا پوششش سندیگور هم کاور میکنه یا نه فقط محدوده؟ ببینید پوششش تقریبا معادل پوشش خود استیشن FM یا تفاوتی نمیکنه. مونتا اشکالش فقط اینه که موانع جلوی سیگنال رو میگیرن. به خود FM از اینجا مثلا شما بخواید برید تا فرضاً به قول شما مثلا اورنج کانتی از لس آنجلس بینی میگیری ولی HD رو میگیری ولی وقتی مانع بلندی سر را باشه HD رو قطع میکنه برای چند لحظه صحیح. دوباره وصل میشه. منتها برای مین چنل FM که HD1 باشه HD1 طوری طراحی شده که اگر چون درست مین چنل رو پخش میکنه که اگر قطع شه سویچ میکنه به مین چنل اصلی آنالوگ. ولی HD2 HD3 وقتی قطع بشه خود چون سیگنال مختص خب قطع بشه تا وصل بشه. درچه این اشکال هست ولی نه پوششش تقریبا معادل هم پوشش و مین چنلش فرق نمیکنه و برای شب و روز هم فرق نمیکنه. برعکس AM که شبها قدرت میارن پایین به علت اینترفرنس به علت اینکه تداخل امواج اتفاق ده چون AM شب خیلی چیزش بردش وسیع تر میشه. بله. تا روز یه مقدار هشه که هانی و غیروش اثر میذاره از در چی دامنه بردش. بله. شب ها بهتره در برمی دلی شب ها قدرت فرستنده رو میارن پایین تر. بله. این اینترفرنس از بین بره. بله. اینی که یه مقدار ضعیف تر. آقای مهندس یک در ارتباط با رادیو HD یک موردی هست حالا نمیدونم این همگانی است یا نه میگن اتومبیل هایی که مدل بالا هستن یعنی بالای 2010 دسترسی دارن به این رادیوهای HD و اگر بخوان رادیوهای مدل پایین تر بخوان دسترسی داشته باشن به این رادیوهای HD باید یک دستگاهی رو بهش وصل کنن یا اینکه یک دستگاهی رو مثل یک تلفن آیفون میتونن در همین روی اتومبیلشون قرار بدن روی صندلی قرار بدن. برای منظرم میگن به همین صورت باید یک دستگاهی رو به رادیو متصل کنن. این اطلاعاتی است که مطرح در که ببینید برای HD رادیو اولا از زمانی که HD رادیو در امریکا اجازه داده شده استیشن گذاشتن به یک سری از کمپانی ها مثلا فورد داره، هاندا داره، تویوتا گذاشته، بنز داره، BMW داره و جگوار و چند تا از این کمپانی ها حالا من همه رو حضور ذهن ندارم. اینا همه از سال 2010 تقریبا بینور رادیوهایی که میذارن تو ماشین داره HD رادیو هست. بله. و برای گیرنده های دیگری هم باز پورتاب داره برای خونه. بله. و همچنین برای این که مثل سلولارفون شو با خود کری بکنی که بله. کوچولو داره. بله. که میتونی گوشی بذاری باش گوش بدی در کجا؟ در اتومبیل؟ در اتومبیل قربون یا آیه مهندس در اتومبیل یا در اتومبیل هایی که ندارن در اتومبیل همیشه ازش استفاده کرد. بله. ولی خب
خود رادیو اتومبیل خیلی کیفیت بالا میگیره، ولی این پورتابل ها میشه تو اتومبیل استفاده کرد، منتها خب کمی ضعیفتر خواهد بود چون آنتن کافی رو خب نداره توی ماشین که بگیره، پس بنابرای برای خونه هم هست. یعنی شو اگر آدم برید توی بسلا بس بای آمازون و بس بای اینا میبینید حتی ساعتش هم میبینید هم اینترنت همش اوردر داد، همه رقم اچ رادیو رو زده برای کوچولو پورتابلش برای خونهش. برای ماشین ها متاسفانه از چون 2010-2011 اینا مجهزه، البته همه شون هم نه، بعضی هاشون 2012 شون هم نداره. میشه اگر علاقمند باشن، این دیگه حالت تبلیغاتی داره که من دارم میگم، میتونن به کمپانی مراجعه کنن و رادیوشون عوض کنن. ببینید آقای مهندس، آقای مهندس شجره، پس بنابراین باید اون پورتابل رو بگیرن. این دلیل نمیشه که این پورتاب و اون رادیویی که در اتومبیل هست اتوماتیک به صورت فکتوری آمده با اون ربطی نداره. این پورتابلیست که باید بگیرن بذارن کنار خودشون رو رانندگی کنن. بله. آقای مهندس چیزی عوض کنم، الان بعضی از این رادیوها کردن تو ماشینات با اگزولاری این دارن، یعنی میشه شما یه اینپوت بهش بدی، میشه قشنگ این آتپوت این پورتابل وصل کنن به اون رادیو با صدا خیلی بهتر تو ماشینم گوش بدن. خب اینا هم اونایی که ندارن تو ماشینشون این امکان رو دارن که بتونن اینو تهیه کنن. حدودا قیمتی رو شما میدونین چرا مهندس چنده؟ حدودا والا در مارکت امروزی من دیدم اون پورتابلش رو یه چیزی بین 39 تا 49 دلار برنده مختلف هست. آقای مهندس شجره، من از بهتر و بهترش هم 69 دلار تا 100 خورده دلار هم هست، اون تا خب اینا دیگه یه مقداری کیفیتشون بهتره. پس خودم ولی کمی کمترینش من دیدم که 39 دلار هست. پس ترجیحاً بهتره که آقای مهندس شجره، بله، بهتره که بریم اتومبیلامون رو عوض کنیم، مثل این که خب اون راه خیلی گرون ترشه. والا حالا آقای مهندس، من اتفاقاً عرض کنم حضورتون برای جناب دکتر هولاکویی پیغام گذاشتم، ولی مطلع شدم که ایشون در استرالیا هستن. خیلی دوست داشتم ایشون هم در این برنامه ولو تلفنی حضور داشته باشم که متاسفانه دسترسی نداره. آقای دکتر هولاکویی، با شما در ارتباط با راه اندازی این رادیویی که قریبا فعالیتش آغاز خواهد کرد مشورت کردم؟ بله، مدت ها پیش ما با آقای دکتر هولاکویی در این رابطه آره صحبت داشتیم، حتی قرار حتی بود که اتفاقا به اتفاق این کار رو بکنیم و ابتداعا ایشون مایل بودن که یک رادیوی AM رو بله داشته باشن، ولی متاسفانه رادیو AMی که بتونه همه به اصطلاح ایرانی نشین منطقه ها رو بسه منطقه ایرانی نشین رو کاور بکنه متاسفانه نیست اویلیبل که بتونه آدم این اجاره بکنه و خیلی از استشن که اصلا حاضر به اجاره نیستن. بله. و مسئله خریدش هم که شما میدید اصلا میلیون ها دلار قیمتش نداره، از اون FM خبری بالای که میلیون دلاره. AM هم که دیگه باز همینجور کمترینش بالای 25 میلیون دلاره و باز به توجه به اینکه شب و روزش فرق میکنه و یه مقدار مطالعه اینجوری من و یکی دیگه از به اصطلاح مهندسینی که از هم دوره های من بود امریکا، آقای لیال هنری، ایشون با هم دیگه هم این کار کردیم. متاسفانه استشنی که حتی خود 670 الان اگه دقت بکنید 670 خب ایراد داره. 670 مثلا اون کاوریجی که روز داره این کاوریج شب نداره. بله، خودتون اشاره کردین که تمام استیشن‌ها این مورد برایشون پیش میاد. مثلا حتی همینش هم خب آقای هولاکویی که با هم صحبت کردیم منظور این بود که آدم رادیو داشته باشه که همه جا شب و روز یکسان بگیره. همچین رادیو AM در دسترس نبود. در نتیجه طرح دومی که پیشنهاد شد این بود که ما بریم به سراغ FM دیجیتال و از HD استفاده بکنیم. خب درسته طول میکشه که
این یه مقداری در جامعه جا بیفته و احتمالاً جا خواهد افتاد و من حتی پیش بینی میکنم که این HD رادیو به زودی به تعدادی هم خواهد رسید، مثل تلویزیون که الان 50 تا احتمالاً به چند تا خواهد شد. آره این واقعا این جامعه ما بالاخره این فالوور دارن که هم دیگر فالو کنن. طول خواهد کشید ولی جا میفته. هزینه در ما چقدر آقای مهندس؟ بله در ما چقدر هزینه‌اش؟ هزینه بستگی به استیشنش داره، قدرت استیشنش داره. همین مربوط به آقای هولاکویی در روز مثلا بین 15 تا 20000 دلار در ما اجاره استیشنشه، ولی همه استیشن ها مایل نیستن استیشن اجاره بدن. الان به احتمالاً ممکنه که اینجوری که الان داره استقبال ازش میشه ممکنه به زودی گرونتر هم بشه. بله ولی نه، هزینه‌اش نسبت به کرایه یک استیشن AM که الان توی استیشن AM پیدا بکنی که مثلا تقریبا کاوریج همین 670 AM رو داشته باشی یه ذره بیشتر، یه چیز در حدود مثلا بین 180 تا 200 هزار دلار در ماهه. آقای مهندس شجره ببخشید چون من دو سه تا سوال دیگه مونده و برنامه هم داره وقتش تمام میشه. آقای دکتر هولاکویی میدونم که با شما خیلی صمیمی هستن، علت این که به هر حال سالیان سال در رادیو 670 فعالیت داشتن، واقعا در ارتباط با جامعه ایرانی واقعا خدمت کردن، حتی جامعه افغان و به طور کلی فارسی زبان، واقعا یکی از کسانی بودن که خدمت بزرگی رو آقای دکتر هولاکویی به مردم خارج از کشور، حتی داخل کشور، حتی عرض کنم حضورتون دیگر ملیت ها انجام دادن، چه انگیزه ای باعث شدش که این رادیو 670 رو ترک کنم؟ این سوال خیلی سوال سخته و سوال به قول معروف پرایوت خصوصی، تا اونجایی که بله تا اونجایی که واقعا این سوال رو خود آقای دکتر هولاکویی انشالله که برمیگردن 17 از استرالیا اگر هم شد میخوای به اتفاق با هم هم میتونیم حتما شما با صحبت کنیم. اجازه این سوال رو خودشون جواب بدن. من در این مورد تا حدود اطلاع دارم ولی حقیقتا نمیخوام در این مورد دخالت کنم، بذاری خودشون این سوال رو جواب بدن. خانه‌ها دلیل داشته برای اینکه خب ایشون من فکر میکنم که از این اپورتونیتی رادیو 670 ایشون هم استفاده کرده، 670 هم از وجودش استفاده کرده، یعنی این یه سی دو طرفه بوده، حتما یه دلیل قانع کننده پیششون بوده که اونجا رو ترک کردن. بله این دلیل رو به نظر من اجازه بدید خودشون توضیح بدن. بله چشم حتما. ولی به هر حال آقای دکتر هولاکویی در 5 روز هفته 2 ساعت برنامه داشتن، سمینارشون رو داشتن، همه کار رو داشتن و این سختی رو که به تن خریدن و رفتن این کاری کردن حتما یه دلیلی داشته که شما امیدوارم در یک برنامه آینده هم سرکار هم جناب دکتر هولاکویی خوشحال میشم که در مهمان برنامه باشید. منم خوشحال میشم این رو. خیلی ممنون از این که شما زنگ زدید و این صحبت با هم داشتیم. از بینندگانتون واقعا تشکر میکنم که این حوصله کردن تا صحبت ما رو گوش کردن. ولی آقای مهندس حالا قبل از این که یک قولی میخوام از شما بگیرم، حقیقت قضیه اینی که به حال شما بانی در ارتباط با مسائل ساتلایت واقعا یکی از کسانی بودید که نفر اولی، چه در داخل کشور چه در خارج از کشور، و یه روزی میخوام خواهش کنم که وقت بگذارید در استودیو، انشالله هیچ موردی براتون پیش نیاد، در استودیو شما رو داشته باشیم. خیلی خوشحال میشم در ارتباط با ساتلایت، آینده ساتلایت و همین آینده HT و همچنین AM و FM بیشتر از اینا با هم صحبت کنیم. ما هر چقدر بتونیم جامعهمون رو آپ تو دیت کنیم در اطرافمون و بهتره برای آیندهمون. و همین که شما الان اشاره کردید که خب این اکسس وجود داره، این دسترسی وجود داره که برای رادیو HD هم فالوور زیاد خواهد شد، بدونیم چیه واقعا دوباره الان که این امکان هستش که همه یکی HD داشته باشن، مثل الان که اکثرا همه یکی تلویزیون دارن، بریم یک بررسی بکنیم که کسانی میخوان سرمایه گذاری بکنن بدونم در آینده با چه مسائلی روبرو هستن.
بسیار خوب، چشم، حتما یه روزی در خدمت تو خواهم بود و خیلی ممنون از شما و بینندگان عزیزتون. امیدوارم که شما در کاری که پیش گرفتید موفق باشید. مرسی قربون. و باز اگر کاری بود در خدمت حتما. خیلی تشکر آقای مهندس، خیلی لطف کردید. قربانش. خدا نگهدار. خدا نگهدارش.